سلام. خبرهای رادیو آزادی را از روز چهارشنبه 18 فوریه من خیرمون با خوزاده تقدیم میکنم. در پی انتقاد دیرزه پرزیدنت تاجیکستان از کار دادستانها امروز پرکورورهای شهر دوشنبه و ولایتهای سوغد و خطلان و بدخشان برکنار شدند. جای آنها را افراد نو میگیرند. در جلسه دیرزه شورای امنیت سخن بیشتر از رشوت و فساد در ساختارهای قدرتی رفت و امام علی رحمان از یوسف رحمانوف دادستانی نویکل طلب کرد که دادستانها را نو کنند. امام علی رحمان سوال گذاری کرد که قصر و کشک های با حشمت دادستان ها از کدام حساب بنیاد می شود و اینچنین گفته است دلیل این را دارد که مقامدار ها علیه مردم پرونده های ساخته باز می کنند و از آنها پول طلب می کنند. نه کارمندان اگنتی، نه پلات حساب، نه پرکرار های ولایت و شهر نایا وظیفه های خدمتی اشار را پاک وجدان ها اجرا نمی کنند. بعضاً خودشان دست به کرپشن است. من دارم در دست معلوم. در یک قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان واحد مخصوص برای پیشبرد عملیات نظامی در شرایط بلندکوهی برفی تأسیس داده شد. این قسم حربی در ولایت بدخشان واقع بوده، آموزش هنری لیژرانی در برابر دیگر تمرینات حربی به شغل اساسی سربازان تبدیل یافته است. گروه نخستینی عبارت از 30 سرباز با دستور وزیر دفاع تأسیس شده است. 93 درصد قلمرو تاجیکستان کوهستان است و در بعضی مناطق بلندکوه برف تمامی سال حفظ می شود. در استرافشان یک مسئول تنظیمی انعنه و جشن و مراسم های ملی حکومت برای آیله دار کردن پسرش با دختری زیر سن نکاحی عیبدار شده است. تفتیشات پیشکی میگوید که این سر متخصص 17 ساله بودن عروسی نو را میدانست و با این وجود به نکاح پسرش با دختر ناباليغ راضی شد. در این قضیه 4 نفر، خود مسئول اداره تنظیم و پسر او، اینچنین پدر عروس و هم ملا برای بستن عقد نکاح دختری به سن نکاحی نرسیده گمان بردانسته میشوند. عروسی روز 6 فوریه صورت گرفته است. در تاجیکستان ازدواج دخترها از 18 سالگی اجازه داده می شود. جمعیت نابینایان تاجیکستان با پشتیبانی آژانس رشد ترکیه صاحب تجهیزات کامپیوتری و دستگاه های چاپی شد. این تجهیزات تکنیکی با ارزش 30,000 دلار برای آموزش خط برایل استفاده می شود. برایلی چون میشهد یکی باید کنید من او کتا کتا که بینو آسان امونو میبینم از همین تجزیز دینم من با این چون کارده میتونم برای اویانده اون آدمونی که کم میبینم یا آدمون که تماما نمیبینم. در جمعیت نابینایان تاجیکستان بیش از 11,000 نفر شخص کاملا نابینا و نیروی بینایشان ضعیف عضو هستند. بیش از 400 طفل نابینا اعضای این جمعیت در 4 اینترنتی مخصوص و 115 نابینای کلانسول در مکتب های شبانه با آموزش فرا گرفته شدند. دیگرها مشغولیت ثابت ندارند. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر با سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم زمیمه رادیو آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.